به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند دادگر، خداوند کاردان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی نور. خوشحالم از این که با قسمت دیگری از سری برنامه های سردبیر در خدمت شما عزیزان هستم و امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. مطابق چهارشنبه های هر هفته در خدمت جناب آقای حمید آصفی، روزنامه نگار از تهران هستیم که قبول زحمت کردن امروز همراه من هستند در برنامه سردبیر. سلام عرض میکنم جناب یاسفی و بسیار سپاسگزارم از حضور شما و همراهی شما در برنامه سردبیر. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای نخل احمدی عزیز و بینندگان محترم شبکه جهانی نور. سپاسگزارم جناب یاسفی. دیروز یا پریروز بود آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه، صحبت از این کردن که ظاهرا قرار هست که قانون جرم سیاسی من بعد در مورد متهمان سیاسی اجرا بشه. خب این قانون یک تصفیه و اجراش جنجال ها و فراز و فرود های بسیار زیادی داشت و هنوز هم مناقشات وجود داره مبنی بر اینکه چه مقام یا چه کسی باید نسبت به اینکه یک جرم سیاسی هست یا امنیتی قضاوت بکنه. این مسئله قبلا هم به در واقع در رسانه ها مطرح شده بود و بسیاری از فعالین رسانه‌ای و مدنی در واقع تحت عنوان های امنیتی در دادگاه ها محاکمه شدن. میخواستم نظر شما رو بپرسم، آیا با توجه به قانون جرم سیاسی و نگاهی که قوه قضاییه به این مسئله داره میشه امیدوار بود که واقعا این قانون محقق بشه یا نه؟ غیر قانون خب مدت هاست که مسبب شده و در دوره آقای معاونت آقای لاریجانی یکی از معاونینش گفتن که ما این قانون رو اجرا نمی کنیم، قانون تا من هستم نمیذارم اجرا بشه. آقای رئیس بده بگیم میخوام اجرا بکنم. این قانون مثل خود همین قانون اساسی خودمونه دیگه، میگه که آزادی مجاز است، راهپیمایی اعتراضی مجاز است، ولی مشروط به اینکه مخل مبانی اسلام نباشه. یه قانونی کشداریه دیگه، یک اینقدر میشه تفسیر عجیب غریب ازش در آورد که عملا از حیز انتفاع خارج میشه. جرم سیاسی جرم استانداردیه، جرمیه که به هر حال در تمام کشورها و مدنهایی که به دموکراسی دست یافتن جرم قانون اساسی اساسا یا به ندرت رخ میده، به ندرت برشون دادگاه تشکیل میدن، یا اگر میدهن اونقدر یاد موسیقه قویه که عمولا به تبرئه ختم میشه. به دلیل اینکه جامعه دموکرات به این نتیجه رسیده که کسی که وارد فضای سیاسی میشه یعنی یک آرمانی داره که میخواد برای بهبود وضع جامعه حرکتی بکنه و در این ممکنه حالا مشکلاتی رو ایجاد کرده باشه یا احیانا اهانت‌هایی رو مثلا رخ داده باشه که اون هم مجازات‌های محدود و کمترین مجازات‌ها رو در نظر می‌گیرن و سعی می‌کنن اصلا به زندان نفرستن. اینجا شما یه قانون جرم سیاسی داری که بدتر از خود قانون اساسیه. همینجوری که برای تعیین وکلا یه برای چیزای سیاسی یا امنیتی، چون خصوصا امنیتی میگن که وکلایی که مورد تایید قوه قضاییه هست ما معرفی میکنیم، خب طبیعیه که شما قانون اون وکیلی که توسط شما معین بشه دیگه خودش اصلا خود به خود تا عالی فساده. چرا باید وکیل یه وکیل امنیتی، یه وکیلی که اصلا مجرم امنیتی نتواند یه وکیل اختیاری برای خودش تعیین کنید، چرا باید شما بهش این معین کنید که چه وکیلی بشه؟ در جرم سیاسی هم همینه، یعنی که در هر مرحله از دادرسی دادستان بازپرس تشخیص بده که این جرم امنیتی و سیاسی نیست، از دایره این قانون خارج میشه. هیئت منصفه کیه که باید وجدان بیدار جامعه باشه؟ طبیعیست که به هر حال در این ساختار میرن دنبال آقای مثلا بادومچیان، مثلا آقای که در هیئت منصفه مطبوعات بود، میرن دنبال مثلا آقای مکنه تناهیان، مثلا افرادی که بازم معتمد نظام هستن، معتمدن و افرادی که اصل ولایت فقیه رو قبول دارن، اصل نظام رو قبول دارن
و اینا رو میره جمع میکنن به عنوان هیئت مصوبه. یعنی در اصل یک حالتیه که شاید حالا برخی رو بدبینانه، خیلی بدبینانه، از یه زاویه دیگه ای نگاه میکنن، میگن صرفا به دلیل اینه که احیانا اگر نیروهای خودی نظام، نیروهای جناهای خودی نظام، روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه‌هایی که توی فارس نیوز و جاهای مختلف مثلا هستن، یک بار دچار مشکل بشن یا شکایتی از طرف یک شخص حقیقی یا حقوقی علیه اینها تر بشه، اون بتونن از اون قانون استفاده بهینه رو ببرن. میگن که اگر افشاگری شده، اگر آبرو تو در کیهان ما ریختیم، کما اینکه شما میده آقای سلیمی نعیمی یک بار من یادمه در یک سخنرانی در چیز سنفی کانون سنفی مطبوعات اومده بود، انجمن صنفی مطبوعات کل کشور اومده بود صحبت میکرد که من 27 دادگاه برای من تشکیل شده و از 27 دادگاه من تونستم سالم جان سالم به در ببرم، که یکیشو از این دادگاه ها اغلب بچه های مطبوعاتی و اساسی نمیتونستن جان سالم به در ببرن. یا شده که در طول تمام این سالها آقای حسین شریعت مداری به عنوان در حال مدیر مسئول روزنامه یا صدری رو مدیر مسئول روزنامه کیهان ده ها دادگاه تاله برش تشکیل شد، یک دادگاه تاله ایشون رو محکوم نکرده، یه دادگاه که اونا تبدیل کردن به جریمه نقدی اونم ظاهرا در دادگاه تجدید نظر و دادگاه های فرادستی تونستن بشونن. خب طبیعیه که نگاه جامعه سیاسی ایران و نگاه الیت جامعه ایران به این قانون یک به شدت نگاه بدبینانه و استقباری از این قضیه نمیشه. حالا بعضی از این اصلاح طلبا میگن خب این یک پایه و سنگ بنایی که اونها همیشه میخوان از صفر شروع کنن، چرخ تاریخ، چرخ ماشین رو، ریسندگی رو میخوان از ابتدای تاریخ دوباره بیان مثلا چیز کنن، اختراع بکنن. میگم بله این یه بنایی، یک بنایی که ما میتوانیم این بنا، خب قانون اساسی هم یک بنا بود، قانون انتخابات هم یک بنا بود، به کجا رسید؟ بنابراین در رابطه با این قانون اساس، این قانون جرم سیاسی به نظر من راه به جایی نمیبره، یعنی هیچ آبی گرم برای فعالین مدنی و سیاسی مستقل و منتقد آبی گرم نمیشه. اما از همه مهمتر، از همه مهمتر، شما با اعدام نوید افکاری مواجه میشید، یک اعدام به شدت مورد اعتراض، که اگر قصاص خوب خانواده مقتول باد باشه که ظاهرا میگه ما نبودیم، خب تازه قرار بود یک شنبه اینها بشینن با هم آشتی بکنن یا دیه ای بدن یه به یه شکلی مسئله رو حل بکنن. بعد در تمام این چیز احکام قصاص معمولا قوه قضایی عجلی برای اجرای حکم نداشته، توی جرایم عادی که ما میبینیم حتی سازمان زندان ها تلاش کرده که خانواده ها رو به هم نزدیک بکنه، دیه جمع‌آوری بکنه، نهادهایی که در رابطه با گرفتن عفو که خود ما در دورانی که در لگام بودیم همین کارا رو میکردیم، میرفتیم به هر حال سعی میکردیم با چانه زنی، با اظهار همدردی خانواده مقتول رو راضی میکردیم رضایت بده، با توجه به وضعیت این که ناناور اون خانواده از بین رفته یک کمکی تحت عنوان حالا دیه نوری تحت این عنوان که میخواییم کمک بکنیم رضایت رو کسب میکردیم، اون هم نه اینکه این بند خدای قاتل حالا چیزی که در اثر غفلت این کار رو کرده این پول رو پرداخته بپردازه، بازم ما فراخوان میدادیم، هر حال افراد خیر بودن که میومدن کمک میکردن و او خانواده رضایت میکرد. در وضعیت یعنی میگم عجله ای برای اجرای حکم سازمان زندان ها نداشت و حتی میدان به نهادهای مدنی میداد که بیاد این کارو بکنه. من تصور میکنم این یک دفعه میخوان این قضیه رو بلند بکنم که بگن بله ما جرم سیاسی باشه، جرم فکر چیز باشه، مثلا آزادی بیانی باشه، اعتراضی باشه، در چارچوب قانون جرم سیاسی باشه. همین الان هم آقای دادستان تهران اعلام کرده که بله 20 خورده نفر پرونده هستن که توی چندین پرونده، 18 پرونده، بالای 18 پرونده، ما میخوایم اینا رو جرم سیاسی مرتکب شدن، میخوایم اینا رو محاکمه بکنیم و علنیه و با حضور هیئت منصفه است، صرفا به خاطر اینکه میخوان اون اعدام ظالمانه و غیر حقوقی آقای مرحوم زندیات نوید افکاری رو میخوان تحت شعاع قرار بدن، بلافاصله میان این طرح رو اعلام میکنن که بگن آقا نه ببینید اون یه جریان امنیتی و یک
جریان مثلا چیز بوده، جریان سیاسی نبوده، جریان امنیتی بوده و قتل مرتکب شده و اصلا ربطی به موضوعات سیاسی نداشته. یعنی این رو، این همزمانی رو من در این رابطه برای خودم تحلیل میکنم، چیزی فراتر از این نمیتونم ببینم. بسیار سپاسگزارم جناب آصفی. خب شما اشاره کردین به بحث اعدام آقای نوید افکاری، زنده یاد نوید افکاری. حتی خب گمان زنی هایی هم هست مبنی بر اینکه شاید ایشون در با توجه به شکل اعلام و زمان اعلام احتمالا ممکنه بر اثر شکنجه های قبل از شب قبل از در خبر اعدام ایشون به قتل رسیده باشه. اینها فقط گمان زنی هست. اما خب این اعدام و این اتفاق یک در واقع انعکاس بسیار شدید و زیادی در داخل و خصوصا در خارج از کشور داشت. بسیاری از سیاستمداران نسبت به این مسئله اعتراض کردند، دیپلمات‌های مختلف، رؤسای جمهور، و خب عکس العمل عجیب و غریب بود تا جایی که ظاهرا سفر آقای ظریف به اروپا هم تحت شعاع همین مسئله قرار گرفت و فعلا کنسل شده. به نظر شما چون بعد از این مسئله وکیل آقای افکاری اعلام کرد که 30 نفر دیگه از معترضینی که در طول ماه و سالهای گذشته به جرم اعتراض کردن بازداشت شدن، اونها هم در معرض اعدام هستن، به نظر شما آیا این یک نمونه منحصر به فرد بود یا نه واقعا حکومت به دنبال این هست که با استمرار این اعدام ها اون رو به وحشتی که بسیاری هم ازش صحبت کردن رو در دل جامعه ایجاد بکنه؟ همین قسمت آخر فرمایشات شما به نظر من جواب اصلی این قضیه است که بعضی میگن که خب حکومت جمهوری اسلامی به افکار عمومی بهانه میده و این ندیده گرفتن افکار عمومی، نه اتفاقا دیدن افکار عمومی. میبینه که جامعه شبکه‌ای و فضاهای مجازی و نگاه جامعه به این اعدام نگاه کاملا منفیه و در موضوع اون سه نفری که در جنبش آبان و قرار بود بازداشت شد، محاکمه شده بودن که اعدام بشن و این هشتگ بالای 11 میلیونی سبب شد اینها متوقف کنن، با اعدام به نظر من مرحوم میلاد افکاری خواستن به اصطلاح این خوشی و این احساس پیروزی رو از دماغ جامعه بیرون بکشن و بگن که شما فضای مجازی دستتونه اما ما در عمل همون کار خودمون رو میکنیم و یه گام رفتیم عقب ولی دو گام میایم جلو. ببینید یه زمانی دهه 60 بود، هزاران زندانی سیاسی از دهه 60 و به خصوص در سال 67 هزار زندانی درو شدن و پژواک چندانی در حتی جامعه بین‌المللی نداشت. به زور به بدبختی بعضی از سیاسی و فعالین سیاسی میرفتن و به نهادهای بین‌المللی نامه ای رو می دادن، گزارشی رو می دادن. حتی یکی از فعالین چپ که در خود اون دوره در اروپا بوده میگه که ما به بدبختی آقای ماندلا آمده بود که فرانسوا میتران رو ببینه، از تور پلیس ما رفتیم و با درگیری و بدبختی بنر و نامه خودمون رو اونجا اعلام کردیم که آقا زندانی ها رو کشتن و دارن باز می کشن. که اونجا یه مقدار جنبه چیز پیدا کرد، ولی الان دیگه نه همین شبکه‌های مجازی، دیگه نه همین به هر حال اینترنت و آگاهی جامعه، اینکه حکومت بتواند دست به یک کشتار هزاران نفره بخواد بزنه دیگه میسر و چیز نیست، این قابلیت اجرایی نداره. اینو مجبور به شکل قطره چکانی و بگه اگه بخوای اعتراض بکنین، نهایت هر اعتراض، نهایت هر جنبش و نهایت هر کنش سیاسی اعدامه. اما این محدوده، یعنی عملیات محدوده، ممکنه حالا بازم یه تعدادی رو بیاره ولی باز به همین شکل با هم بایکوت افکار عمومی، اعتراض افکار عمومی و هم با اعتراضات بین المللی مواجه میشه و
در این مرحله واقعیت امر اینه، به شکل دردناک و شرمگینانه باید بگیم که حکومت جمهوری اسلامی تونست تو دهنی محکمی به جامعه ایران بزنه، تو دهنی محکمی تونست به فعالین سیاسی بزنه، بگه علارغم اینی که من در اون مقطع عقب نشینی کردم اینجا الان جبران میکنم. و باز هم اگر بخواد ادامه پیدا بکنه سرنوشت در بید افکاری ها هست. جامعه کاش از فضای مجازی به فضای عینی بیمارد. فضای مجازی خوبه، افشاگریش خوبه، آگاهی بخشش خوبه و حکومت رو شهر بگین اقدامات با هنزد بشری خودش بکنه خیلی خوبه، ولی خب این چیز جای شبکه های عینی و حضور عینی مردم رو نمیتونه بگیره. اما من یه مقدار الان میگم اصلا دیگه به چیز اعتقادی ندارم، یعنی این توانمندی و این پتانسیلی که جمهوری اسلامی بتواند در درون زندان ها هزاران نفر رو بخواد به اعدام مثل دهه 60 ببره مطلقا نمیتونه. اما بعضی ها میپرسن که چگونه هست که پس در خیابان و در زمانی که جنبش آغاز میشه جمهوری اسلامی صدها نفر رو میکشه، حتی به چند هزار نفر هم برسه میزنه میکشه. اینجا که من فقط میتونم بگم که جنبش در خیابان آخرین سنگر جمهوری اسلامی و این سنگر رو اگر رها بکنه کل حکومت رو واداده، به کل حکومت رو باید تسلیم بشه و کلن هزیمت به شکست رو بپذیره. بحث جنبش خیابانی و اعتراضات خیابانی و کشتاری که اینها تو خیابان میشن از منظر نگاه امنیتی و حاکمیت آخرین نبرده. بنابراین ما در جنبش های آتی بازم ممکنه یک همچین کشتارهایی رو ببینیم، ولی در زندان ها اون کشتارهای هزاران نفری رو امر بسیار بعیدی میکنه. جناب آقای شما به درستی در مورد در واقع بحث‌های جنبش‌ها و اعتراضات مردمی و خیابانی صحبت کردین. خب خیلی هم پیش بینی شده با توجه به شرایطی که الان در ایران هست، شما در حال حاضر در ایران هستین، شرایط معیشتی نارضایتی‌های بسیار زیادی که در سطح جامعه در میان کارگران هست، شما از افرادی هستین که به صورت فشرده و دقیق این جنبش ها و اعتراضات رو دنبال میکنن، حتی از نزدیک در واقع با اینها در ارتباط هستین، با برخی از این در واقع نمایندگان کارگران. و خب این مسئله بوده که در برنامه های گذشته هم به در واقع به شکل جامع راجب اون صحبت کردین. برخی معتقد هستند که خب با توجه به شرایطی که الان وجود داره جمهوری اسلامی علاوه بر اعدام ها دست به اقدامات دیگری هم میزنه. مثلا دیروز خبر منتشر شد که سپاه پاسداران گروه های ضربت رو در تهران در خیابان های تهران مستقر میکنه، هرچند صحبت از این هست که این گروه ها برای مقابله کردن با دزدی هست، اما خب ما 40 سال هست در خیابان های تهران دزدی هست و این حرکت کمی قابل تأمل هست که چون این اقدامی برای مبارزه کردن و جلوگیری از دزدی باشه. به نظر شما مجموعه تمهیداتی که حاکمیت شامل بحث اعدام ها و محکومیت های غیر قانونی و همچنین در واقع حضور نیروهای ضربت و سرکوبگر در خیابان ها آیا میتونه در مقابل ناکارآمدی و نارضایتی که در جامعه الان وجود داره و بعد از این هم احتمالا افزایش پیدا بکنه در واقع بیسته و در واقع جلوگیری بکنه از این نشان دادن یا بروز این نارضایتی یا نه؟ ببینید حکومت های بسته و از متصدم از نوع حکومت جمهوری اسلامی معمولا بسته به جنبش اجتماعی و اعتراضی خصلت های گوناگونی به خودش میده. در یک دوره حکومت خصلت کاملا نظامی و امنیتی گرفته بود در دهه 60، یعنی ابتدا میکش سرکوب میکرد و بعد حالا میگفت به لحاظ امنیتی بریم ببینیم اینا کیا بودن، به کجا وصل بودن. دهه 60 که عبور میکنیم به دهه 70 میرسیم که جامعه دیگه تقریبا آرام شده، نیروهاشو از دست داده، سازمان های سیاسی تارمار شدن، قلقم شدن، حکومت خصلت امنیتی پیدا میکنه، خصلت امنیتیش غلبه پیدا میکنه
در الان دیگه حداقل دیگه از سال 88 بعد بیایم به جنبش آبان ماه 96 و 98، مجددا خصلت نظامی و سرکوبگرانه و اوریان بر خصلت امنیتی حکومت چربش پیدا میکنه و دست بالا رو نیروهای نظامی پیدا میکنن نسبت به نیروهای امنیتی، چون نیروهای امنیتی نیروهایی هستن که ممکنه 8 ماه یک سال سریع پرکو کار کنن بعد برن کنن. نیروهای امنیتی نیروی ضد شورش ندارن، اصلا برای این تربیت نشدن، بلکه صرفا برای اینکه بتونن شکار بکنن، رصد بکنن، و اگر گروه ضربتی هم دارن صرفا بخاطر اینکه برن اون فعال سیاسی و یا مدنی رو بازداشت بکنن، اگر مقاومتی هم کرد بتونن باش مقابله بکنن. ولی در رابطه با سرکوب اعتراضات شهری واقعیت اینه که یک همچین نیروی در ید نیروهای امنیتی نیست. اینه که شما میبینید در چند سال پیش، جدا از این خبری که الان شما دارید مطرح کنید، در چند سال پیش خبری باز در فضاهای مجازی و جاهای سایت های مختلف شد که سپاه پاسداران در شهرهایی که ساخته، شهرهای مصنوعی یا که کارهای تمرینی اونجا انجام میده برای آموزش های خودشون، با سلاح واقعی جنگ شهری و تن به تن رو یاد نیروهای خودش داده و داره میده و داره این آموز با سلاح های واقعی، با سلاح جنگ و با شهرهایی که ساخته، نحوی جنگ تن به تن در شهرها رو داره یاد میده اونجا. این که الان مجددن میان این بحث رو مطرح میکنن، واقعیت این است که جامعه در آستانه یک انفجاره. این جامعه ممکنه، این نکته مهمیه که ممکنه آقای دخلمدی دیگه منتظر و مترصد این نباشه که حکومت یک مثلا اقلام غذایی رو بالا ببره، گازائیل رو بالا ببره، ارز رو بالا ببره، بنزین رو بالا ببره، مایحتاج غذایی رو بالا ببره. جامعه به قدر این فنرش رو فشرده شده و تقریبا دیگه به نقطه پایانی خودش داره یواش یواش نزدیک میشه، ممکنه خودش به هر دلیل در یک جایی کانون اعتراضی رخ بده و شکل بگیره و بدون اینکه حتی یک پای یک جریان متشکل در کار باشه، بدون اینکه پای یک اقدام فاجعه آور حکومت در میان باشه، اینجا ممکنه هر آن در یک گوشه از این کشور و در این دو تا جنبش ثابت شد که آقا دیگه بحث مرکز خیلی جنبه اساسی نداره، بلکه پیرامون به راحتی الان به جنبش میپیوند. قبلا همیشه اینجوری بوده که در مرکز اتفاقاتی باید میافتاده، حداقل تا 88 اینجوری بوده، شاید در پیرامون یه اتفاق به جنبش نهایتا میپیوستن، ولی الان شما نگاه میکنید عمده اعتراضات از 96 تا 98 در شهرستان هاست، البته در مرکز هم بوده و در کنام شهرها هم بوده، ولی مهم اون گسترش جغرافیایی که به اقصانقاط ایران رفته. بنابراین الان با این وضعیتی که هست که هر آن ممکنه کانون های اعتراضی رخ بده و این رو خود دستگاه های نظامی و امنیتی میدانن و این دیگه نیاز به بهانه این نیست که یکی فراخوان بده، یکی مثلا دولت دست به اقدام ابلهانه‌ای بزنه و مردم بیان به صحنه، بلکه این ممکنه خودشون این اتفاق بیفته، در نتیجه اینه میخوان آمادگی داشته باشن که میگن ما تحت عنوان کمک به پلیس میخوایم که توی محلات با دزدی ها با غیر ازاله اینا برخورد بکنیم، در حالی که این مسئله اصلا جواب نداده است. قبلا هم همین حضور نیروهای بسیج در شهر محلات در جاهای مختلف بوده، ولی میزان جرائم الان نگاه میکنید آماری که خود آگاهی میده میگه دزدی های بار اولی به شدت بالا رفته، یعنی کسی که بار اول میاد میخواد دزدی کنه، گوشی دزدی به شدت بالا رفته، دزدی های خرد و دستخورد به سرمایه های خرد به شدت بالا رفته، و این نشون دهنده که جامعه که به هر حال چنان در تنگنای معیشت و در تنگنای زندگی قرار گرفته که از این جور کارها دیگه جزو یکی شد روالهای عادی داره جامعه. بنابراین این حضور بسیج تحت این عنوان به نظر من خیلی این قضیه معنا نمیده، بلکه احتمال این که کانونهای شورشی و کانونهای اعتراضی خود به خودی فی البداهه
و البته بابخانه جرده بخوره و فراگیر بشه هست و بسیج هم باید و نیروهای دیگه باید آمادگی خودشون رو داشته باشه. بسیار سپاسگزارم. آخرین سوال امروز جناب آصفی، به موضوع متفاوتی اگر موافقیم برگردیم، بحث بازار بورس و بازار سکه و ارز که در روزهای گذشته خب تلاطم زیادی داشت، ارز افزایش قیمت زیادی در چند روز گذشته نشون داد، همچنین سکه، و خب بورس هم با کمی فراز و فرود همچنان وضعیت مبهمی داره. خواستم ببینم این شرایطی که الان هست، دلار تا رقم 27 هزار تومن ظاهرا بالا رفته، یورو و بقیه ارزها هم به همین شکل، و سکه هم ظاهرا تا دیروز رقم 13 میلیون تومن رو، در واقع سقف 13 میلیون تومن رو رد کرده، شرایط بازار به چه شکل هست جناب آصفی؟ قرار هست چه اتفاقی بیفته و آیا امکان کنترلی برای دولت در این بازارها وجود داره یا نه؟ ببینید بورس در ایران اصطلاح قبلا هم عرض کردم جدا از اون فلسفه حالا اصلی خودش که برای چی در جهان اقتصاد پیشرفته تأسیس شده، در ایران الان شده محل تأمین کسب و جوی دولت و اینکه نقدینگی که شرکت های دولتی و به اصطلاح مؤسسات خصوصی این بدهی های خودشون رو و این کسی بوجه هایی که دارن این رو بتونن جبران بکنن. مسئله مهم این است که عموم شرکت های دولتی اومدن در بورس و پول هنگفتی رو، سهام هنگفتی رو از سهامدارا خریدن، اما به همون میزان که نقدینگی به دست آوردن، قاعده بر اینه دیگه، فلسفه بورس که وقتی شما این نقدینگی رو به دست بیارید باید بتونید دست به رفع نواقص تولید بزنی و تولید خودت رو بالا بری و به سوداوری برسونی. اما هیچ کدوم، یعنی نه کالایی رو آوردن که بگن خب این کارخانه اپکویی که ورشکسته شده و الان ما بالا آوردیم این رو کشوندیم بالا، الان اینقدر مثلا دیگه میتونه تولید و ارزش افزوده بوده و این محصولاتشه و محصولات رو هم توی بورس بیاره. انقدر داری که در بورس کشور محصولات هم عرضه می شود، محصولات آلومینیوم، آهن، حتی گندم، غیره زاله، این هم برای چیز میشه. ولی اینا نه کالا آوردن و نه اینکه به معنی اینکه احساس کردن دیگه به حد کافی پول جمع کردن از بورس خارج شدن، در حالی که تداوم بورس و حیات بورس در همریختی ایران منوط به اینه که شما اینقدر که بردید دوباره بید اینجا یا کالاتون عرضه کنید یا اجازه بدید مجددا شما سهام کارخانه های دیگه ای رو بخرید. همین مسئله باعث شد که خود آقای قالیباف هم همین رو اعتراض کرد، آقای قالیباف رئیس مجلس، و متاسفانه شرکت های دولتی اومدن و کلی نقدینگی جمع کردن، الان رفتن بیرون و شاخص ها به شدت افول پیدا کرده. الان ما میخواییم بیاییم دست به یک تنظیم بازار بزنیم. آقای قالیباف از رئیس کل بازار بورس کشور داره میگه، رئیس کل بورس کشور داره میگه که ما یه آیین‌نامه رو تنظیم کردیم که در این آیین‌نامه این اجازه رو به ما میدهد که اجازه ندهیم بزرگ سرمایداران یا بزرگ مالکان دولتی که آمدن در بورس به همین راتی از بورس بخوان خارج بشن و بخوان شاخص رو دچار ریزش بکنن. از یه طرف که اومدن میگن ما مصوبه ای رو گرفتیم که یک درصد از صندوق توسعه ملی بتونیم پول بریم، برآوردی که ما کردیم میبینیم که این یک درصد عبارت از 10 هزار میلیارد تومان تا 30 هزار میلیارد تومان دیگه در خوشبینانه ترینش که بتوانن اینها تزریق بکنن، اون هم در طول یک سال. خب این که جواب نمیده، که این جواب نمیده. بنابراین این مسئله بورس الان دیگه یک بحثی شده که به نظر من داره یک نقطه بحرانی میرسه و همه سران سقوه به این نتیجه هم رسیدن که ظاهرا همون بحث سرپ نفتی رو مجددا وارد بکنن و جلوگیری از یک جنبش مال باختگان در بورس رو جلوگیری بکنن. اما بحث ارز، واقعیت اینه که یک کشور نفتیه، واقعیت اینه که با تمام صادرات، عمده صادرات این کشور صادرات
یا نفت یا گازوئیل یا مشتقات گاز یا خود گاز یا مشتقات اینها هست. پتروشیمی هم یعنی همه اینها باز وابسته، یعنی صنایع پتروشیمی وابسته به نفته. خب همه اینها تحریم شدن و منابع ارزی کشور به صفر رسید، به صفر اگر نگم، ولی به شاید چنان چیز شده که اصلا زیاد به حساب دیگه نیاد. مواد معدنی دیگه مثل سنگ آهن و غیر زالک هم باز آلومینیوم باز هم به همین شکل افتاده. مهمترین مسئله اینه که ما حتی جایی که توانستیم بفروشیم به دلیل اینکه ما در تحریم بانکی هستیم، بانک مرکزی در تحریم بانکی، نمیتوانن پول بیارن. خب تا زمانی که شما تحریم هست، اقتصادت هم تک محصولیه، اولا به راحتی تحریم میشی، دوما تا زمانی که این تحریم وجود داره ارزی وارد این کشور نشه. وقتی ارز وارد این کشور نشه، خود به خود ارز بالا میره، خود به خود ارزش پول ملی پایین میاد. از طرفی دیگه خب شما الان این بازار سکه رو نگاه میکنید، ببینید که رسیده به 12 13 این حدود، همینجوری داره میره بالا. اون در رقابت جهانی طلا، در اون بازار جهانی طلا الان میگن 19 در هر اونسش 1900 دلار تا 2000 دلار. به دلیل اینکه کرونا باعث شده که تا حدود زیادی جذبه در سرمایه‌گذاری جاهای دیگه رو از دست داده و الان رفتن به سمت طلا. ولی مهمترین مسئله اینه که الان شما در صنعت این بحث سکه که رفته بالا، دو تا اتفاق بد داره میفته. یکی این که خب اون بحث مصنوعات طلا یا گردن بند، دستبند، انگشتر، غیره، زارک به زیر 20% افت کرده، یعنی کسی دنبال اون نوع طلا دیگه نمیره. و بعد عموما حتی یا سکه های خریداری شده رو ذوب میکنن یا طلای ذوب شده رو به صورت شمش میگیرن. و این مسئله به یه دلیل هست که بدانید واقعا اولا مالیات نمیخوره بهش، بعد هرحال رصد اونچنانی نمیشه، مالیات نمیخوره، ولی مشکلات یه دفعه بزرگ ایران داره تولید میکنه. اینکه کیفیت این طلا و یا اون میزان عیارش آنی نباشد که به شما داره میفروشه، فاکتور به شما میکنه نده، یا اگر فاکتور بده یه فاکتور دستیه و میکنه به ضرر هم گفتی دفعه مردم از این لایه بکنن، از این به اصطلاح جاهایی که میکنه متقلبانه بخوان با مردم برخورد بکنن، این اتفاق داره میفته. بنابراین مسئله ای که دیگه میشه نهاد جمهوری اسلامی با به همین نتیجه، یعنی هر چیزی که بخواد، هر حکومتی هم که الان مدعی هست، باید این مسئله رو حل بکنه. ما دیگه نمیتوانیم، یعنی دلار وارد این کشور نمیتونه بشه، بانک مرکزی نمیتونه بازار رو اشباع بکنه، وضعیت دلار به گونه ای شده، وضعیت بورس به گونه ای شده که مردم همه افتادن به قمار بازی، فقط میخوان از این بر از این بازار به بازاری دیگه میرن، به بازار خودرو میرن، یعنی همه کالاها رو دارم، کالاهای سرمایه‌ای تو ذهن مردم دارن چیز میکنن. از طرفی دیگه اینها گفتن تصور با نگاه امنیتی که خود دولت داره میگه مردم رو در بورس درگیر کنه، نزدیک 22 میلیون نفر کد بورسی گرفتن و نزدیک به 6 میلیون نفر در بورس حضور دارن. خب اینها وقتی میگن اینجوری باشه، اینها هیچ وقت مثلا به جنبش‌های اعتراضی نمیپیوندن، اینها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی مثلا نخواهند شد، به دلیل اینکه هر اتفاقی میران نظام بیفته پول و مال اینها به باد میره. در حالی که نه، میتونم جمعی معکوس هم پیدا بکنم، وقتی شما این رو به باد بدید، وقتی شما همه رو خرج هزینه های جایی خودتون بکنید و نتوانید این رو چیز بکنید، پیاده بکنید، حتی با چاپ پول بی پشوانه و خلق نقدینگی و شبه پول، ارزش اون دارایی مردم دیگه جبران نمی شود و این می تواند خودش موجب یک انفجار و یک جنبشی از قسمت بورس تحت عنوان جنبش مالباختگان بورس هم رخ بدهد. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای حمید آصفی. متاسفانه وقت ما به پایان رسید و امیدوارم باز در هفته آینده روز چهارشنبه بتونم در خدمت شما باشم. تا هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا حافظ. سپاسگزارم.